ویدیوهای قبلی در مورد ترفندهای کلی شیائومی بود. اگه دوست داشتین اول اونو ببینیم بعد این ویدیو. این ویدیو برای گوشی‌های سامسونگ. میخوام یه سری ترفندهای کلی و بیس وانیوی 5 بهتون بگم. شاید توی نسخه‌های قبلی یه سری از این قابلیت‌ها وجود نداشته باشه، شاید هم وجود داشته باشه. در مورد اون اطلاع ندارم، اما در مورد اینکه از وانیوی 5 هست، میدونم که اکثر این ویژگی‌ها هستن. به ویژگی‌ها خیلی به درد بخورین و توی زندگی روزمره خیلی کمکتون می‌کنن موقعی که می‌خواید از گوشی استفاده کنین. یه سری زمان‌ها هست شما می‌خواید داخل اپلیکیشن ها زبان بومی یا محلی خودتون رو ببینید. مثلا شما زبانتون فرانسویه اما زبان اپلیکیشن انگلیسیه. تو گوشی های سامسونگ باید برین داخل قسمت تنظیمات، قسمت جنرال منیجمنت یا همون تنظیمات عمومی. این بخش رو که وارد شدین گزینه اپ لنگویج رو بزنین. حالا یه لیستی از اپ هایی که میتونه این کار رو انجام بدین برای شما میاد. نرم افزاری رو که دوست داشتین انتخاب کنین، وارد منوش بشین و از اونجا میتونین به طریقای مختلف به زبان خودتون برسین. قسمت مود اند روتین سامسونگ خیلی جذابه. برای کسایی که یه سری کارهای روتین رو توی یه سری موقعیت‌های خاص انجام میدن، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. توی مدیریت نوتیفیکیشن ها یا مدیریت اون ریمایندرهایی که میذارن. فارسی ریمایندر میشه همون یاداوری‌هایی که میذارین. توی قسمت مودن روتین، مدای مختلفی و روتین‌های مختلفی برای زندگیتون میتونین درست بکنین. مثلا روتین بیدار شدنتون چه جوری باشه؟ یعنی گوشی شما زمانی که توی حالت صبحگاهه چه کارهایی انجام داده بشه، حالت مثلا عصر چه کارهایی انجام داده بشه، وقتایی که تو کار هستید. برای هر کدومش میتونین یه سری روتین مشخص کنین که توی اون زمانا چه اتفاقایی بیفته. حالا اینو میتونین به صورت دستی فعالش کنین یا این روتین رو به صورت زمان بندی شده قرارش بدین. مثلا شما اینو ست میکنین. بذارین یه مثال بزنم براتون که جا بیفته. مثلا شما تنظیم میکنین که وقتی توی روتین پروفایل کاری خودتون هستین و دارین کار انجام میدین، یه سری اعلانا به شما داده بشه. اما قبل از اینکه برین سر کار، اون رو تنظیمش نکردین به حالت دستی. همین رو میتونین به صورت اتومات تعریفش کنین. میتونین تعریفش کنین که از ساعت 9 به بعد تا 12 رو تا 12 ظهر رو برو روی مود کاری یا همون روتین کاری. توی اون روتین کاری حالا اون کارهایی که براش تعریف کردین انجام داده میشه. یعنی کل حالتایی که تعریف میکنین به صورت اتوماتوار انجام میشه. برای همه تون پیش اومده یه کاری داخل یه اپلیکیشن داشتین، مثلا تلگرام، یه کسی برای شما یه پیامی قرار بوده بفرسته، الان فرستاده، میخواین برین نگاهش کنین. پیامه رو که میرین نگاه میکنین، میایین بیرون، میبینین یه ساعت گذشته، کلی از نوتیفیکیشن ها اومده و اون وسط شما رو برده به شبکه‌های اجتماعی مختلف. و شبکه‌های اجتماعی دوست دارن که این کار انجام بشه و هدفشون اینه که شما هرچی بیشتر بچرخین اونا بیشتر پول در میارن. مخصوصا زمانی که صفحه موبایل شما قفله، خیلی نوتیفیکیشن ها شما رو میبره توی برنامه‌های مختلف. میخوایم یه کاری کنیم که حجم اون نوتیفیکیشن کوچیک‌تر بشه. طبق چیزی که انتظار دارین باید برین توی بخش نوتیفیکیشن های تنظیمات. اون بخش رو باز کنین، یه آپشنی داریم به اسم نوتیفیکیشن پاپ آپ استایل. از بالا سومی میشه. اگه زبانتون فارسیه دیگه فارسیشو من نمیدونم. از بالا سومی رو بزنین. بعد از اینکه زدین اون گزینه سمت چپ که نوشته بریف، نوشته قشنگ شکلشو کشیده دیگه، متوجه میشین که حجم کمتری داره. اونو وقتی بزنین حجم کمتری از صفحه اصلی شما اشغال میشه. حتما میدونین اگه برین توی قسمت دیولپر آپشن و همون گزینه برنامه نویسا، اونجا سه تا گزینه داریم که میتونین انیمیشن های رابط کاربری رو کندیشو کمتر کنین و یکم گوشی رو سریع ترش کنین. اما یه آپشن دیگه هم گوشی های سامسونگ توی منوشون دار. این مسیری که بهتون میگم رو دنبالش کنین. ادوانس فیوچر رو برین و گزینه اون پایین گزینه ریموو انیمیشن رو بزن. یه سری انیمیشن ها رو میاد برمیداره، یه سری افکت هایی که توی محیط رابط کاربری هست و میاد حذفشون میکنه. شاید رابط کاربریتون یکم ساده تر بشه، اما خب خیلی سریع تر میشه. برای کسایی که سرعت خیلی براشون اهمیت داره، من خودم از اون دسته کسایی هستم، انیمیشن ها رو که تا جای ممکن آوردم سرعتش رو پایین و اگه گوشی سامسونگ هم داشته باشم اینم فعالش میکنم، چون سرعت خیلی برام مهمه تا اینکه زیبا باشه رابط کاربری. اگه ولم کنین که تا صبح براتون از ترفندهای گوشی‌های مختلف میگم.
اما یه سری ترفندها شاید ساده تر بود و زیاد کاربردی نبود که داخل این ویدیو بهتون نگفتم. حتما اگه در مورد گوشی مختلف میخواید به صورت تخصصی تر و یا حرفه ای تر بشین داخل کار با گوشیتون، میتونین برین پلیلیست ترفند موبایل رو نگاه کنین. مرسی از اینکه تا آخرین ویدیو با من همراه بودید. به روز آگاه باشید.